اول امروز برنامه رادیو تاکسی. شما این که الان سر کار تو اتوبوس یا تو تاکسی داری صدای من رو میشنوی. خبر بعدی که خیلی هم مهمه، میخوام براتون بخونم. چه شده؟ دولت علت بالا بودن سن ازدواج رو پرهزینه بودن مراسم عروسی اعلام کرد. لذا با تخصیص وام بلا عوض مراسم عروسی این مشکل کاملا حل میشه. سخنگوی سازمان ملی جوانان آقای عاقل. خب خدمتتون عرض بکنم که این تحصیلات تا صرف 50 میلیون تومان به ازدواج های ثبت شده بعد از فروردین 96 تعلق میگیره. تنها در خصوص هزینه‌های برگزاری مجلس عروسی و با ارائه فاکتور در ضمن تحصیلات ارائه شده میتونه دو مدل شیرینی باشه یا میوه فصل، سه نوع غذا، چهار نوع دسر و کیک، خونچه عقد و سفره آرایی، تالار، بادکنک آرایی، گروه شعبده و ژانگولر، ارکستر سه نفره، عکاسی و فیلم برداری، کرای ماشین عروس. و حتما فقط به این نکته توجه داشته باشن که این تحصیلات با ارائه فاکتور و تا سقف 50 میلیون تومان هم تعلق میگیره. خودشون هم میدونم از ایناشون گرونه. خود یه دختر فقط باید پاس به نظر من 100 تومان فقط جایزه ببره. عروسی هم واقعا بالای 50 تومان میشه. یه عروسی خیلی معمولی. آدم میتونه خیلی توقعاتش هم بیاره. نه بابا توقعات. صحبت کلیشه‌ای نکنه خوشگاه. هزینه ها اینقدر رفته بالا که دیگه به توقع نمیرسه. خود مردم نمیخوان، خود بعد جوانان نمیخوان. من نمیخوان ولی نمیتونم. ببینی خرجا سنگینه. سنگینه. نمیشه پسش آدم بر نمیاد واقعا. من به پسر گفتم عروسی نمیخوام، بعدش گفته خب نه الان ما حسل بریم آلمان، من اونجا لباس عروس میتونم اونجا عکس بندازم. دخترها از خودشون مریم مقدس میسازن، پسرم هرکول از خودشون میسازن، بعد ازدواج میبینن که همه اینا دروغ بوده، اصلا اونجور که پسر انتظار داشته نبوده، اونجور هم که دختر بیش دوراشو قشنگ زنده تفریحاشو کرده اومده سراغ یه نفر که میخواد یه آدم ببخشیده حالوگو گیر بیاره، پپرو گیر بیاره. این تحولات اجتماعی و فرهنگی که داره در همه جهان به وجود میاد، بله. اصلا انسان در حال تحوله. یه زمانی مردا و زنا واقعا یه سری احتیاجات داشتن، چه از لحاظ عاطفی، چه از لحاظ فیزیکی، چه از لحاظ مثلا فکری، اینا احتیاج داشتن که توسط یه زن یا یه شوهر کامل بشن. بله. الان خیلی از این چیزا یا به صورت مجازی یا با صورت بی‌نیاز شدن نسبت به اون قضیه اتفاق داره میفته. خارجی نبود، اینترنتی نبود، مخبره نبود. میتونن خیلی از شاید کارهایی که میخوام بکنن و تو همون مجردی هم انجام بدن. درسته. پس ببین چه کاری ازدواج کنیم. برای چی خودمو درگیر یک رابطه بکنم؟ به خاطر نوع تربیت های نسل جدید ما توی زندگی گذشته که خیلی تو پر قو بودن، خیلی سرویس از پدر مادر میگرفتن، یه مقدار آقایون ما جسارتشون کم شده، یعنی سخت میرن جلو. من 35 سالمه، نه ازدواج کردم نه کماکان انگیزه ازدواج رو داره. نمیدونم این شاید پدیده خیلی بدی باشه، ولی آدم از یه سنی که میگذره یواش یواش به تنها بودن عادت میکنه. حریم خصوصی ما خیلی دوست دارم. این حریم خصوصی هی میتونه بزرگتر و بزرگتر شه. بر اثر بالا رفتن سن و زندگی، تنها زندگی کردن، عادت کردن به تنهایی. میگم شما وقتی به تنهایی عادت بکنی، دیگه مشترک شدن خیلی برات سخت میشه. تقصیر انسان ها نیست، این تحولات روزه که شما رو به تحول میکشونه، خواست نیازات میره بالا، شوهرت هم دیگه نمیتونه برآورده کنه چون اونم تحول پیدا کرده. چرا قدیمی ها با هم سازش میکردن؟ میبینی برای 10 سال 20 سال اصلا همون بود، تمام زندگی یک زن و شوهر به همون کوچه شون بود، بیرون از اون اصلا فرا نمیذاشتن. وقتی 30-40 سالشون جوان هم پر انرژی هن. حالا به هر حال یه جوری خوش میگذرونم، ولی به سنشون که بالاتر میره دیگه
خوشگذرونی ازشون نمیکنم، شبه آرامش نیاز دارن و همدم نیاز دارن. سنمون میره بالا نمیتونیم ازدواج کنیم، از همینیم که هست بدتر میشه دیگه، بهتر میشه به نظر. خب دیگه تمام شد. این دلیل بالا رفتن سن ازدواج میگفت مراسم عروسیه. نه غلط کرده. بله خیلی جالب بود. خبر بعدی که خیلی هم مهمه میخوام براتون بخونم. دولت علت بالا بودن سن ازدواج رو پرهزینه بودن مراسم عروسی اعلام کرد. لذا با تخصیص وام بلاعوض مراسم عروسی این مشکل کاملا حل میشه. سخنگوی سازمان ملی جوانان آقای عاقل. خب خدمتتون عرض می‌کنم که این تحصیلات با صرف 50 میلیون تومان به ازدواج‌های ثبت شده بعد از فروردین 96 تعلق می‌گیره. تنها در خصوص هزینه‌های برگزاری مجلس عروسی و با ارائه فاکتور در ضمن. تحصیلات ارائه شده میتونه دو مدل شیرینی باشه یا میوه فصل، سه نوع غذا، چهار نوع دسر و کیک، خونچه عقد و سفره آرایی، تالار، بادکنک آرایی، گروه شعبده و ژانگولر، ارکستر سه نفره، عکاسی و فیلم برداری، کرایه ماشین عروس. و حتما فقط به این نکته توجه داشته باشن که این تحصیلات با ارائه شد به نفع تالار شد دیگه. واقعا درد دوام میکنه. این بعدش چی کار میخواد کنه؟ اینه گرف عروسی گرف معمولاً بعدش چی؟ از اونجا به بعد از فردای مراسم تازه مشکلات زندگی شروع میشه. الان این وامون بدن دیگه مشکلات حل میشه دیگه. نه آره نه. برای چی ازدواج میکنن؟ میترسن. چی؟ میترسن بعد اولیت نمیپذیرن. خب اولش میخواد شروع بکنه بهش میگه آقای وزنه 50 کیلو بلند بکن، میترسه. ترس از مدیریت زندگیست دیگه، راحت نیست احتمالا. آقای از مسئولیتش میترسه. گفتن ازدواج میترسیدم. گفتم من که یه نفرم دارم خرج بکنم، دو نفر بشه که دیگه نمیتونم مسئولیت یه نفر دیگه. همینطور انسان خودش میترسه. کارم میکردم، وضع من بد نبود، کار میکردم. موقع که ازدواج کردم دیدم چقدر زندگی رونق پیدا کرد. سخت میرن جلو. بله. آقایون پیش قدم نمیشن، وگرنه خانوما چون خیلی سریعتر از آقایون دوست دارن که تکیگاه داشته باشن و وضعیتشون تثبیت بشه دوست دارن ازدواج کنن، منتها پیشنهادی نمیشه، پیشنهادها کم شد. خیلی دیگه به تحصیل زیادی وسواسگونه داره، چون فقط از دریچه تحصیل به زندگی جوان نگاه میشه. خیلی مسائل دیگه مثل ازدواج و کار و اینا کم رنگ شده زیر اون سایه تحصیل. برادر خودم هم ازدواج نمیکنه. واقعا هر چی بهش میگیم هی بهش کیس معرفی میکنی. دلیلش هم نمیگه به ما. هیچی از زندگی نمیفهمن، خوشبخت نمیشن، لذتی از زندگی نمیبرن، از این شاخه به اون شاخه میپرن. میگن نه خانم آقایون هم میتونن. بله. با این دوست میشن، بله. با اون دوست میشن، شبکه‌های جیمز تا فیلم‌های ترکیه رو نگاه میکنن. فکر میکنن که این آزادی نیست بابا. یه نوع افسردگی بعدم میاره دیگه. دوست میشن بعد ازدواج میکنن، دوباره با همین ازدواج هم به مشکل برمیخورن، فکر میکنن دوباره اولیه بهتر بوده. فقط من نمیدونم چرا الان اینجوری شده، نمیدونم، به خاطر رو فیلم هست دیگه. مادر بودن، زن بودن، ارزش ها خیلی زیر سوال رفت. یه جامعه رو که بخوان تخریبش کنن باید دست بزنن روی زن اون جامعه. وقتی زن جامعه تخریب بشه از بین میره اون جامعه. وقتی خانمای ما دیگه خودباوری خودمداریشون رو از دست دادن و متأسفانه تمام افتخارات شخصشون رو گذاشتن رو ظاهر و زیباییشون، مردها رو به چالش خودشون میکشونن و از بین میرن. من به دختر 11 ساله دارم که کاملا نگرانم، چون هیچ چیزی از بابت این قضیه مادرانه در کار نیست. همش رکورد زنی، درس بخونیم اینجوری کنیم، تجمل گرایی، نمیدونم فلان، اینا رو بیشتر ما داریم توی صحنه زندگیمون. جایی بود گفتم بابا کی به من درس داد که من چجوری بابا بشم؟ همه انتظار دارن آقا طفل اومد بیرون شما بابا بشی، شما ماما. خب کی بهتون آموزش مامان بابا بودن رو داده؟ هیچ. همه هم انتظار دارن که شما ذاتاً مامان خوب و بابای خوب باشی. بابا اصلا آموزشی به ما ندادن که چجوری مامان بابا. مثلا یه مرد رو باید اینجوری درک کنی، یه زن رو باید اینجوری درک بکنی. هممون میخونیم، هممون میدونیم، ولی به عمل زیاد رعایت نمیکنیم. چرا؟ خودخواهیه دیگه. ما هر چقدر سنت میره بالاتر برای خود یه سری چیزها رو ریختی، یه سری چیزها رو ساختی که مال خودت. از اون طرفی خانومی هم که روبروت میاد اونم همین کارو کرده.
بعد استحقاقتون زیاد میشه. سن ازدواج مطرنی، اینا معیارشون اشتباس. میتونه سن ازدواج 30 سال هم باشه، 35 هم باشه، بستگی به شعور انسان داره. این شعورا باید بره بالا، چون ازدواج مسئله پیچیده شده به صورت ساده قبل نیست. اولویت یکتون با ازدواج باشه، اولویت دوتون هم باید با ازدواج باشه. وقتی خونه مادر پدر آدم راحته، آخه من نمیدونم، ولی واقعا میگم یعنی مشکلمون، بله مشکلتون ازدواج، ازدواج خیلی مهمه، مهمه به خاطر که یارو زندگی تشکیل میده، با هم دم داشته باشه، هم صحبت داشته باشه، به کسی اعتماد بکنه تو زندگیش. الان یارو بجز که به خودش و همسرش میتونه اعتماد بکنه دیگه، بخش مهم میشه دیگه. میگه اگه گفتم اعتماد نکنی که ازدواج نکن، به نظر یه فرد آشناس میشناسی واقعا، فقط به این دلیل ازدواج نمی کنی که اوج ببخشید جاهلیت، اوج جاهلیت بدونی میشناسی. بعد دو نفره هم خیلی هزینه های کمتر میشه، هزینه های زندگی دو نفر کمتره تا یک میشه. تنها چیزی که میتونم بگم هم شعور خودت ازدواج کن، حداقل مثل خودت یه سوادی داشته باشه، سطح فرهنگیش بهت بخوره، عشق و عاشقی علکی نباشه. جوانای ما الان نمیدونن معنی ازدواج چیه، فقط فکر میکنن نیازهای جنسیشون رو باید برطرف کنن، در صورتی که نمیدونن بابا باید به آرامش برسی. حالا معیار اینه که میخوایم به تکامل برسیم. ازدواج واقعا تکامل، یعنی من باید تکمیل بشم، یه چیزایی که کم دارم بعد ازدواج به تکامل برم. نه ناز مالی، نه ناز فکری، روحی، عاطفی. به نظر من اون سوالی که ما اون سن ازدواج رو به شخص وابسته است، اینکه خودت باید به جواب برسی که آیا آماده هستی که اون انگشتر رو دست کنی که بری توی زیر سقف یا نه. این خود انسانه، حداقل باید بدونی خودت چی میخوای، معیاراتو بدونی. سازش داشته باشه با یه دونه پیکنیکی هم میشه زندگی کنه، اینجوری بهت میگم. عقلش هم سالم‌تر میشه، کامل‌تر میشه، شعورش میره بالا، هم علم گفته هم دین. اینقدر بالا پایین داشته، اینقدر بالا پایین داشته، کچل شدیم هم من هم اون، ولی خوب زندگی کردیم. من ازدواج رو شخصا همیشه یه مصالحه میدونم، یعنی یک مصالحه که انجام بشه باعث یک ازدواج میشه، تا وقتی یک مصالحه نباشه ازدواج انجام نمیشه، صلح باید بشه بین دو نفر. آه من میخوام ازدواج کنم، یه هفته من ازدواج کردم، آمریکا بودم اومدم ایران ازدواج کردم، 32 سالم، خیلی ساده برگزار کردم، بعد من خیلی خوب ساده بود ازدواج. عروسی خوب به پول خرج کردن نیست، طبقاتمو کم کردم، هر دو طرف یک گوشه قضیه رو گرفتیم، دو تا خانواده، خودم، شوهرم، و قضیه آبرومند حل شد. حال مطمئن باشین که اگه ازدواج بگوین حتی با آدم درست ازدواج کنید، مطمئن باشین که براتون خیلی بهتر از این میشه که الان هست. جهت عدیم کرهی هیچی کرهی نمیگیریم. من حسین مطلبی هستم، کارگردان برنامه رادیو تاکسی. امیرپور هستم، بازیگره. برخونی شما خدمت شما، درتون شیرین کنید. سلامت، یه دست برای دوربین باش سوری مکوچه دیگه، یه دست برای دوربین، یه دست برای آره این پنجامیلی واقعی بود یا نه؟ چیه؟ پنجامیلی نه نه نه، اونو که تو هم گفتی نمیخوایم بگیریم.